همونطور که اشاره کردی، پیام سه روز و دو شب هستش که جمعی از ایرانیان مقابل ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا تحصن کردند. این تحصن بعد از گرد همایی شنبه 13 خرداد سوم ژوئن صورت گرفته. از اون لحظه اینجا وایسادن، شعار اصلیشون معامله بی معامله هست. همین پلاکاردی که پشت سر من میبینین، این چادری که میبینین چادر تحصن کنندگان هست. پرچم ایران رو زدن، نوشته ایران رو گذاشتن برای جلب توجه بیشتر کسانی که اینجا هستن. این هم پلاکارد پلاک وزارت امور خارجه هست، همین ساختمانی که تحصن مقابل صورت گرفته. هدف رسوندن صدای اعتراضشون به گوش مسئولان وزارت امور خارجه است. به همین دلیل با آقای سیامک آرام از هماهنگ کنندگان این تحصن میخوام صحبت بکنم. آقای آرام، میدونم که از روز شنبه شما اینجا تحصن کردین، دو شب سه روز هستش که اینجا به تحصنتون ادامه دادین. آیا موفق شدین صداتون رو به گوش مسئولین برسونید؟ بله، خبر خوب این بود که در واقع ساعت پیش از داخل ساختمون درخواست ملاقات و گفتگو دادن. مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا گفتگوی رو با هم داشتیم. سوال اصلیشون این بود که دلیل این حضور چه هستش. توضیح دادیم که نگرانی زیادی وجود داره از احتمال انتقال مبالغ مالی بسیار زیادی به جمهوری اسلامی با کمک آمریکا، و همچنین شایعاتی که مبنی بر احتمال توافقات جدیدی در روزهای آینده با جمهوری اسلامی. این نگرانی ها رو توضیح دادم. همچنین سوال کردم که چرا الان در این موقعیت زمانی و تاریخی که مردم در ایران درگیرن با جمهوری اسلامی، چرا در این موقعیت باید چنین کمکی به رژیم جمهوری اسلامی بشه. اونا گفتن که نه پول رو تایید میکنن که قرار ارسال بشه و نه تایید میکنن، یعنی نه رد میکنن نه تایید میکنن، ولی گفتن مذاکراتی داره انجام میشه که جزئیاتشو نمیتونن در واقع اطلاع بدن. که همینجا باز هم من نگرانی ها رو ابراز کردم نسبت به این که مردم در داخل ایران در وضعیت بسیار سختی هستن. حقوق بشری که رعایت نمیشه، به وضعیت معیشتی بسیار بدی که دارن در به صورت تاریخی سابقه نداشته که جمهوری اسلامی اگر چنین مبالغی در اختیارش قرار بگیره برای غذا و دارو استفاده کنه و اونا رو حتما برای ادامه حیاتش و سرکوب استفاده میکنه. همه این مواردی که بهشون گفته شد رو در واقع دریافت کردن، شنیدن، و در واقع الان در حال بررسی هستیم که ما با وکلا هم داریم مشورت میکنیم که تحصن رو ادامه بدیم یا متوقفش کنیم. ممنون از شما. سوال بعدی من بود، شما پاسخ دادین. ممنون از وقتی که به ما دادین. پیام، همونطور که شنیدیم ممکنه تحصن ادامه پیدا کنه. یکی دیگه از اقداماتی که انجام دادن روی زمین هم با گچ نوشتن یه مقدار کم رنگ شده. همونطور که میبینی Women Life Freedom، زن زندگی آزادی، این شعاریه که در روی زمین با گچ نوشته شده برای توجه بیشتر کسانی که از این منطقه عبور میکنن.